نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال دیپرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. آنچه را می شنوید بریده های از 2 یا 3 گزارش نشریه پیام مجاهد، شماره های 11 و 21 اسد سال 1378 خورشیدی است. سال 1378 سال حماسه و خون برای مقاومتگران در سرتاسر افغانستان و به ویژه در کوهدامن زمین، پرمان و کاپیسا بود. در ماه اسد این سال گروه طالبان به حمایت مستقیم ارتش پاکستان که حدود 140 چنگ تانگ و واسطه های زرهی پاکستانی از آنها حمایت میکرد، دست به حملات گسترده در مناطق کوهدامن، پروان و کاپیسا زدند. هزاران نیروی رزمی مشترک گروه طالبان، پاکستان و القاعده زیر حمایه هوایی پاکستان وحشیانه بر مناطق متذکره یورش بردند. مردم دلیر این مناطق که نخواستند زیر حاکمیت گروه طالبان زیست نمایند، همه به سوی دره پنجشیر که تنها محل امن در سرتاسر دند شمالی، پروان و کاپیسا بود، ره سپار شدند. در یک شبانه روز 400,000 انسان وارد دره پنجشیر گردیدند. دوستان هوشمند می توانند باقی ماجرا را حدس بزنند. می توانند حدس بزنند که وقتی 400,000 انسان، اعم از زن، مرد، پیر و جوان وارد دره تنگ و کوچکی که حتی ظرفیت تغذیه باشندگان خودش را نیز ندارد، شوند چه فاجعه رخ می دهد. آنچه در زیل آمده است چند نمونه کوچک از فاجعه است که گستره آن 400,000 انسان در بر گرفته است. 11 اسد سال 1378 پسر 4 ساله با پاهای برهنه، در حالی که دستش به دست پدر میان سالش بود، پیشاپیش مادر و چند خواهر و برادرش حرکت میکرد. از پدرش میپرسید: پدر، کجا میرویم؟ این را چقدر دور است؟ پدرش در حالی که عرقیزان اندک باری را از چاریکار با پشت حمل نموده و آثار خستگی و پریشانی فراوان از چهره هش ظاهر بود، با آرامی به پسرش گفت: نمیدانم کجا میرویم. مادری در منطقه راه تنگ بر سر خود می گفت، با گمان اینکه شوهرش پسر چند ماهه او را با خود گرفته است، اما او در گهواره در چاره کار باقی مانده و حالا جز آه و فغان چیزی از دستش بر نمی آید. مرزا رحیم از ولسوالی قره‌باغ می گوید: در همان ساعتی که جنازه پسرم را از جبهه آوردند و داخل حویلی ما شد، خبر پیشروی گروه طالبان رسید و من مجبور شدم جنازه پسر شهیدم را بگذارم و با خانواده هجرت نمایم. دختر جوان با مادر و 3 خواهر کوچکش سرگردان است و نمیداند چی کند و به کجا برود. او میگوید پدرش از 3 سال بدین سو در ایران به غریبی رفته است. 21 اسد طالبان برای بدام انداختن مردم منطقه، شکردره و قلعه نصرو را مناطق امن اعلان کردند تا بدین وسیله مردم را فریب داده و برای انتقام گیری گرفتار نمایند. طالبان 20 تن از اهالی ملکی را در قریه خواجه سیاران، 30 نفر را در بگرام و بیش از 70 تن از موسفیدان ولایت کاپیسا را به صورت دست جمعی در حال قتل عام کردند که
دستهایشان را از پشت بسته بودند. اجساد اینان در گورهای دست جمعی کشف گردیده است. طالبان در قشلاق باغ آرق و ولسوالی قره‌باغ تمام مردم آن را برده و ابدهتن از آنان را که زنان و کودکان و پیران نیز در جمع آنان شامل بودند در زیر تپه های توتاخان به شهادت رساندند. طالبان در اواخر هفته گذشته با مجرد دستیابی به شمال هزاران باشنده آنجا را اعم از زن و مرد، طفل و پیر جبران کوچ داده و به کمپ های جلال آباد منتقل کردند. گفته شده برخی از زنانی که از مردانشان جدا شده بودند در مسیر راه خود را از موتر و زیر انداخته شهید شدند. تعدادی از اطفال این مظلومین از فرط گرما و نبود آب و نان در جلال آباد جان سپردند. مردم جلال آباد از بی‌مروتی طالبان در برابر اهالی شمالی به خشم آمده در اعتراض تا مدت دکانهای خود را بستند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.